با نام خداوند بزرگ و خبرهای این ساعت از تلویزیون بیک خوش آمدید امروز دوشنبه 22 مه سور 1399 خورشیدی است که برابر می شود به 11 می 2020 میلادی نخواستم سرخط چند خبر مهم کشته و زخمی شدن 8 از افراد طالبان در ولایت جوزجان کشاف زخمشتن بیش از ده تن از نیروهای امنیتی در ولایت لغمان و افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا در کره جنوبی نشر خبرها با من محمود رسولی در اثر یک درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت جوزجان هشتن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند سخنگوی مقام ولایت جوزجان میگوید شب گذشته گروه طالبان در روستای قربوین ولسوالی آقشین ولایت بر راه نیروهای امنیتی کمین افراز کرده بودند که در اثر درگیری سه تن از افراد طالبان کشته شده و پنج تن دیگرشان زخم برداشتند درگیری نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی آقچه جوزجان با کشته و زخمی شدن هشتن از افراد گروه طالبان پایان یافت. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی ولایت جوزجان در مصاحبه با تلویزیون بک گفت شب گذشته گروه طالبان در قریه قربوین ولسوالی آقچه این ولایت به نیروهای امنیتی کمین افراز کرده بودند. که نیروهای امنیتی با این گروه درگیر شدند. با گفته سخنگوی این ولایت در نتیجه این رویداد علی مراد یکی از افراد کلیدی این گروه با دو تن از افرادش کشته و پنج تن دیگر اعضای این گروه زخم برداشته است. نیروهای امنیتی ما در هر حالت آماده دفاع از وطن هستند، دفاع از دفاع آماده هستند که از از وجب وجب خاک حفاظت فراست بکنند و در چوکات فعال دفاعی با تمام معنا مخالفین مسلح دولت را شکست میدن همین گونه ای که شما شاهد یزدی هستین بارها حملات تهاجمی مخالفین مسلح دولت توسط نیروهای امنیتی معاقب زده شده گفته می شود در این رویداد یک تن از افراد نیروهای امنیتی نیز کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشته است به افراد ملکی در منطقه ذکر شده هیچ آسیبی نرسیده است گروه طالبان تا اکنون در مورد این رویداد چیزی بر ها نگفتند در حملات هوایی و درگیری نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولایت فاریاب پنج تن از افراد طالبان کشا و زخمی شدند قلوردوی دوستدنو شاهین با پخش خبرنامی گفته است در نتیجه عملات هوایی نیروهای هوایی و درگیری در ولسوالی های گرزیوان و پشتونکوت ولایت فاریاب سیتن از افراد طالبان کشته شده و دو تن دیگر شاد زخم برداشتند. در حمله هوایی و درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در فاریاب تن از افراد این گروه کشته و زخمی و اسیر شدند. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب با گروه طالبان درگیر شدند. که در نتیجه این رویداد دو تن از افراد این گروه کشته و دو تن دیگرشان با سلاحهای دست داشته اسیر شدند. در این خبرنامه آمده است روز گذشته نیروهای هوایی کشور بعد از شناسایی موقعیت گروه طالبان را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه این رویداد نیز یک تن از افراد این گروه کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشته است. گفته می شود در این رویدادها به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است اما تجهیزات نظامی گروه طالبان نیز از بین برده شده است گروه طالبان تا اکنون در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در این رویداد چیزی به ها نگفتند حمله گروه طالبان بر پوسته نیروهای امنیتی در ولایت بلخ با کشته و زخمی شدن از افراد این گروه از سوی نیروهای امنیتی رقم زده شده است قلوردوی عملیات خاص با پخش خبرنامی گفته است گروه طالبان در روستای زرگر تپه ولسوالی بلخ ولایت بلخ بالای نیروهای امنیتی هم نکردند که در اثر درگیری سه تن از افراد طالبان کشته شده و چهار تن دیگرشان سخم برداشتند در اثر درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت بلخ هفتن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه می گوید گروه طالبان شب گذشته در روستای زرگر تپه بلوسوالی بلخ ولایت بلخ بر بالای پوسته نیروهای امنیتی هم نکردند که درگیری بین طرفهای درگیر چند ساعت دوام پیدا کرده است. در این خبرنامه آمده است که در اثر این درگیری تن از افراد طالبان کشته شده و چهار تن دیگر شان سخم برداشتند. گفته می شود که در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا اکنون در مورد این رویداد چیزی و رسانه ها نگفتند. ولسوالی بلخ ولایت بلخ, بلخ از جمله ولسوالی های نسبتا ناامن ولایت بلخ, بلخ است که هر از گاهی بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این ولسوالی درگیری صورت می گیرد و در نتیجه این درگیری ها به دو طرف درگیر نیست. تلفات وارد می شود. در یک حمله گروه طالبان بر بالای پوست های نیروهای امنیتی در ولایت لغمان بیش از ده تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده است. قلوردوی عملیات خاص با پخش خبرنامی گفته است گروه طالبان بر بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی علی شنگ این ولایت حمله کردن که در اثر درگیری 6 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و پنج تن دیگرشان نیز زخم برداشت است. حملات گروه طالبان در ولسوالی علی شنگ و ولایت لغمان به عقب زده شده است. در خبرنامه که قلوردوی عملیات خاص نشر نموده آمده است، شب گذشته مخالفین مسلح دولت بر بالای پوسته های نیروهای امنیتی در ولایت لغمان حمله نموده اند. خبرنامه علاوه می کند حمله متذکره گروه های مخالف مسلح دولت بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی علی شنگ این ولایت صورت گرفته است که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. خبرنامه می حمله گروه طالبان در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان توسط نیروهای امنیتی به عقب زده شده و تلفات سنگینی نیز به گروه طالبان وارد شده است. در خبرنامه آمده است در این رویداد شش تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده و پنجتن تن دیگر از این نیروها جراحت برداشته است ولایت لغمان نیز از جمله ولایات نسبتا امن کشور به حساب می رود که هر از گاهی گروه های مخالف مسله دولت در بعضی از ولسوالی های این ولایت حملات تهاجمی را انجام می دهند که هم به خود گروه های مخالف مسله دولت و هم به نیروهای امنیتی تلفات وارد می شود. استیو وزیر دارای امریکا میگوید با ادامه همگیری ویروس کرونا رقم بیکاری با هم افزایش خواهد یافت کوین هست از مشاوران کاخ سفید نیز در مصاحبه جداگانه با شبکه سی بی ایس پیش بینی کرد که رقم بیکاری در امریکا در دو ماه آینده به حدود 20 درصد میرسد استیو منوچین وزیر دارایی امریکا میگوید با ادامه همگیری ویروس کرونا رقم بیکاری باز هم افزایش خواهد یافت کوین هست از مشاوران کاخ سفید هم در مصاحبه جداگانه ای با شبکه سی بی اس پیش بینی کرد که رقم بیکاری در آمریکا در دو ماه آینده به حدود 20 درصد برسد. وزارت کار آمریکا جمعه گذشته رقم بیکاری در ماه گذشته میلادی را 14.7 درصد اعلام کرد که بالاترین رقم بیکاری در آمریکا در 38 سال گذشته است. همزمان مقام های امریکایی از مذاکرات غیر رسمی کاخ سفید و رهبران دموکراتها و جمهوری خواهان کنگره برای تصویب بسته حمایتی جدید برای مقابله با طبعات اقتصادی همگیری ویروس کرونا خبر دادند. آقای منوچین و لری کادلو مشاور اقتصادی کاخ سفید گفتند که در حال رایزنی با نمایندگان کنگره هستند. به گفته کوین هست بسته حمایتی جدید شامل عطای کمک های غذایی و اینترنت پرسرعت رایگان به خانواده های آسیب دیده است. مونجی این رئیس جمهور کوریا جنوبی از شهروندان این کشور خواسته است تا هوشیاری خود را در برابر شوی ویروس کرونا حفظ کنند. آقای مون با اشاره به افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کره جنوبی بر لزوم رعایت تدابیر بهداشتی تاکید کرد مرکز کنترل بیماری های افونی در کره جنوبی روز یکشنبه از شناسایی 34 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد که بالاترین رقم ابتلا روسانه در یک ماه گذشته است منجعین رئیس جمهور کوریای جنوبی از شهروندان این کشور خواسته است تا هوشیاری خود را در برابر شیوع ویروس کرونا حفظ کنند. آقای مون با اشاره به افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کوریای جنوبی بر لزوم رعایت تدابیر بهداشتی تاکید کرد. مرکز کنترل بیماری های اوفونی در کوریای جنوبی یک شنبه از شناسایی 34 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد که بالاترین رقم ابتلای روزانه در یک ماه گذشته است در یک ماه گذشته رقم روزانه شناسایی موارد جدید کمتر از 30 نفر کمتر از سی نفر بوده است مقررات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی در کوریای جنوبی از هفته گذشته آسانتر شده است به گفته آقای مون موارد جدید ابتلا نشان می دهد که حتی در مرحله ثبات هم ممکن است موج جدیدی از گسترش عفونت بروز کند موارد جدید شیوع ویروس کرونا در کوریای جنوبی با باشگاه های شبانه و میخانه های شهر سئول نسبت داده شده است بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد دولت برای ارزیابی خطر شیوع ویروس کرونا یک سیستم اشار پنج مرحله ای را در نظر خواهد گرفت و بر اساس آن تصمیم خواهد گرفت آقای جانسون گفته جزئیات تدابیر جدید را فردا در پارلمان اعلام خواهد کرد اما به نظر می رسد در سیستم اشار جدید رنگ سبز برای مرحله یک و سرخ برای مرحله پنج خواهد بود بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد دولت برای ارزیابی خطر شیوع کرونا یک سیستم هشدار پنج مرحله ای را در نظر خواهد گرفت و بر اساس آن تصمیم خواهد گرفت آقای جانسون گفت جزئیات تدابیر جدید را فردا در پارلمان اعلام خواهد کرد اما به نظر می رسد در سیستم هشدار جدید رنگ سبز برای مرحله یک ویروس در بریتانیا شیوع ندارد و قرمز برای مرحله پنج خواهد بود و مثل سیستم محاشدار هشدار خطر امنیتی بر حسب اطلاعات و آمار جدید می تواند تغییر کند. به گفته آقای جانسون بر اساس این بندی، بریتانیا در دوران قرنطینه در مرحله چهارم قرار داشته است آقای جانسون اضافه کرد به خاطر از خودگذشتگی شما حالا در وضعیتی قرار گرفته ایم که وارد مرحله سوم شویم سخنان آقای جانسون در حالی بیان شد که با مرگ 269 نفر از مبتلایان به کرونا در بریتانیا در شبانه روز گذشته تعداد قربانیان این بیماری در این کشور به دست کم سی س... به دست کم 31855 نفر رسیده است شمار مبتلایان هم بیشتر از 219 هزار نفر اعلام شده است آقای جانسون تاکید کرد شهروندان با هوشیاری و رعایت مقررات می توانند به مهار شیوع کرونا کمک کنند حال هم به وضعیت آبهوای چند ولایت از کشور و نرخ اسار توجه کنید دود مجموعه خبرهای این ساعت که تقدیم تان تا درود بعد بدرود